به نام خدا. بینندگان گرامی سلام بر شما، شبتان بخیر. به برنامه چارسوخ از شبکه تلویزیونی استقلال خوش آمدید. در این برنامه در مورد شغل خیاطی داشته های برنامه را تهیه کرده با تقدیم شما خوبان میکنیم. شغل خیاطی پیش از این که یک هنر ارزنده قلم داد شود، در تاریخ تمدن بشری از مشاغل دیرینه به شمار می رود. انسان ها در آغاز ابزارالات ابتدایی را برای دو زندگی به کار می بردن. اما پس از انقلاب صنعتی چرخ خیاطی وارد صنعت خیاطی شد. به شخصی که طبق سفارشات مشتریان به دخت انواع لباس می پردازن خیاط گفته می شود. بعض از خیاط ها به صورت فردی و برخی دیگر همراه گروهی از خیاط ها در کارگاه های خیاطی یا شرکت های تولید لباس کار میکنند. در بسیاری از موارد شغل خیاطی با هنرهای دیگر مانند بافتنی، تکدوزی و غیره رابطه دارد و خیاط از آنها در دخت سفارشات خود استفاده میکند. خیاط باید توانایی شناخت انواع پارچه را داشته باشد و در دخت و دوز مهارت داشته باشد. معمولاً ساعت کار خیاط به صورت تمام وقت است. البته برای برخی از سفارش ها در برخی از زمان های سال ساعت کاری و مانند اعیاد بیشتر و فشرده تر خواهد شد، به طور که گاه مجبور به انجام کار در شب ها و روزهای تعطیل نیز می شود. صحبت انجام دادیم با یکی از خیاطان شهر هرات که این صحبت ها را با هم می بینیم. سلام بر شما، خود معرفی کنید. علیکم السلام، نام مسعود تخلص سروری. آقای سروری بگین که این روزا کاروبارتان چطور است؟ روزانه چند جوره میدوزین؟ دیگه کاروبار قبلا سال گذشته بیتر بود، امسال کم اقتصادا ضعیف شده به خاطر که طالب آمدند. گپ خونیه هم اقتصادا به حساب پول اینا کم کم شده، کار چون کم پول کم شده. دیگه روزانه روز تنها یک نفریم، 10 تا میدوزین، 12 تا تا 15 تا. یعنی سال گذشته شما چقدر روزانه می دوختین؟ نفرم زیاد اینجا کار میکردن، مشتری هم بیشتر داشتن دیگه. بله بله، سال گذشته خود دکان نداشتم، امسال دکان باز کردم. دیگه کاروبار سال گذشته به هر کاری که بود بیتر بود. خوب. نه تنها خیاطی، هر کاری که بود بیتر بود. شما جدیدن کار رو شروع کردین؟ مدت 3 ماه شاید بشه که دکان باز کردم. قبلا هم خیاطی کرده بودین یا نه؟ دیگه کار میکردم، چرخکاری میکردم، دکان نداشتم. بله. چطور است در همین مسمات کاربارتان؟ از تجربه خیاطی تان بگم. خوبه، بد نیه، بخاطر که کار تمیزه، کاروبار زیاده. شما جدیداً این خیاطی رو وا کردین، چقدر هزینه کردین روی زمین؟ دیگه همین خیاطی فلان، همین خیاطی که دارم با مبلغ 1.5 لگ افغانی هزینه شد تا جور کدم. همین انداز باز اول که دکان آدم باز کنه به 60-70 هزار هم میشه. دیگه دکان فرق میکنه که چی بستینی، بره خوب بستینی، خراب بستینی، دیکوریشن دکان جور کنی، هر حالتی که باشه برخورد نداره. دیگه باز با مقدار پول، مثل از قدیم گفته هرچی پول بدی آش میخیری، خیلی هم میتونه. شما هرچی پول دادی نمقدر آش میخیری؟ آه دیگه فلان میتونه. ولی خب از چه امکانات استفاده میکنن؟ وسایلی که اینجا گرفتین مدل های جدید جدیده یا از او چرخ های قدیمی و نمیفهم وسایل هایی که دارین از قدیمه؟ نه جدید، همی کل لوازمی که داریم جدیده. دو تا میز اندف و زگزال و بالاخره چرخ کامپیوتری، دو تا دیگه چرخ کجک مدیا کجا دگمای میزنه، اوتو بخار دارین که لالا ایساجان اوتو میکنه. همینای یعنی از امکانات مدل روز به سال از امکانات روز استفاده. بله بله بله. آه دیگه چون حال بیشتر به دید میبینم، دیده که بدیدم میگن کار همه چیز فلان به دیده. بله خب لای تجربه اینو ندارم مردم که فکر کنم.
بله. خب شما 3 ماه گفتین که کار شروع کردین، از روز اول تو چند تا مشتری داشتن که کم کم اضافه شد، از این تجربه بگین. خوب بود بد نبود، از امروز اول که شروع کردیم بالاخره بیکار نشدیم که بیکار بشینی، شناس بود و مشتری و راهگذر اینا، بالاخره کار شروع شد، انشالله روزی اول شدیم تا استاسته. بله. چه چیزای خیلی نقش داره در این که یک خیاط از روز اول بتونه مشتریشان اضافه شه و خلاصه بیکار نمانه؟ دیگه اول خو اخلاق، دوم کار تمیز، کار باید تمیز بیرون چه از چرخ اینا همه چی، دیگه چون مشتری راضی باشه، کار که تمیز باشه مشتری هم راضی باشه، بالاخره اندازه خوب باشه دیگه گپ اینه. موقعیت چقدر مهم؟ موقعیت خیلی 100% موقعیت مهمه که کجا باشه، چون منطقه شلوغ باشه کاسیبی بیتر میشه، راهگذر بیشتر باشه کاسیبی بیتر. روز اولی که شما شروع کردین از چند جور لباس شروع کردین تا اینکه رسیدین حال به روزانه 15 جور لباس میدوزین؟ دیگه یک دو تا به این مدت از سمه که ما شروع کردیم کارم تا خوش زیاد شده، بیا ما تا حال خواه چند روز بید مانده دیگه. خوبه حال دیگه اصلا یک لحظه هم بکار نیستن؟ نه فعلا نه، چون شویده، چون هیچ خیاطی به شوید بیکار نمیشه، حتی به هر موقعیتی که باشه شوید کارا زیاده، هیچ خیاطی بیکار نیه. باز حال خو نزدیک به عیدم، عید سعید فطر به اصطلاح، از ساعت چند تا چند کار میکنه؟ نه تا بخو نمیشه، سرتان خیلی شلوغ نیست؟ نه فشار اغزر به حساب بیدارخواهی برای خونه میاریم، از ساعت صبح که سحری میاییم تا ساعت 10-11 شو کار میکنیم، گاهی شبا تا به 3 بجه میستیم با سحری میریم، سحری که کردیم خو میشیم با ساعت 8 بجه میاییم هفته نیمش. خیلی کار میکنن دیگه؟ دیگه ما ساعت به شب 4 ساعت خواب میشیم دیگه، بیشتر دیگه باز چون مؤثر نیه، کار زیاده نمیتونیم استراحت کنیم. علی در همه 3 ماه تجربتون چه رقم است؟ کارتان جالب بوده؟ براتون خوب خوش گذشته؟ بله بله، چون این دکانداری تا حال نکرده بودم، برای من کنید تأثیر خوش اینا بیامد، بالاخره بیتر شده چون تجربه زیاد شد، چیزی که نمیفهمیدم بفهمیدم. ولی حال کار از خودتان است؟ کار از خودم آقا، دیگه تکمیل خود ما تکمیل کار بیرون میکنیم از چرخ. باز این چه خوب، این دوستای دیگه هم ششتن ماشاءالله جوانای تو خوش قد قامت هم هستن، چند نفر اینجا همراهتون کار میکنه بسن؟ 4 نفریم این دکان. ولی یک برادر خوردمونه، باز لولا شراغ جان که هستم به حساب چرخکری کار میکنم، لولا ایسا جان هم هستم تو کارینه، یک برادر خود من هست، خوردم هم هست که کاج دگمه اینا کار رو میکنه، من خود مقای چی کاری میکنم، خود همه گیان کمک میکنه، حساب جواب مشتری اینا رو میده. شما به اصلا آچار فرانسه؟ بله بله. خب از این بگین که شما گفتین که روزانه 15 جوره میارن، حالا جوری چند میدوزین؟ دیگه دخت ساده 3.5 ساده، باز مدل ماسته باشه همون سندوزی کارا بالاتر بیشتره. حالا سال گذشته همی اندازه بود یا امسال گران شده؟ همی اندازه بود دیگه، باز بفهمید که طرف شما خب سال گذشته نبودین دیگه، از قیمتها خبر داره؟ قیمتها رو خبر داریم ولی چون کار زیاد کردیم و چند سال که کار میکنیم. فکر نمیکنین که 3.5-400 گرانه؟ دیگه باز مسلمانایی که نداشته باشن مرات اینا زیاده، بفهمید که ندارم از جلب چیز میشه دیگه، میفهم طرف داره یا نداره پول، چون بعضی اینا خیلی ارزوزاری که میکنم میگیریم هرچی که خدا بده. ماه مبارک رمضان شام دیگه، دست خیر دارین بی شک بی شک انشالله. بله بله. خب گفته میشه که یک نرخ نامه هم از طرف شهرداری تعیین شده، اونا حدودا 200 تا 250 افغانی برای اطفال هم 150 افغانی نرخ تعیین کرده، ایرش برای شما رسیده نه؟ نه خب برای ما نرسیده، منطقه خیاط های هستن که به 200-250 میدوزن، خیاط های هستن که به 500-600 هم میدوزن، دیگه هر جا موقعیت کار فرق میکنه، کیفیت کارم فرق. بله زیاد، خیلی زیاد. کیفیت از اونا از کجا معلوم میشه؟ ده کیفیت که به بر اینا بشه از حساب دخت و قچیکری اینا معلوم میشه، اگر کیفیتش خوب نبود شاید نامنظم معلوم شد. بله 100%، چون با بای ناکه میشه کج مثل پیش پیران ناکه این مثل 100 رقم عیب داره، کسی که بفهمه فکری رو بکنه اونا رو میفهمه. بله. برخورد با مردم یک حال کار اجتماعی، کار شما چون برخورد با مردم هسته ممکن یک زمان از کارتان شکایت هم بشه،
از شما تا هنوز دمی سه ما شکایت هم شده لباس خود آورده باشه که ایجایش خراب کردین؟ یک بار شد، اون اشتباهاً کم کوتاه شده بود، اون رنجور کرده بس تکه بیار دوباره جور کرده، دیگه مشکل نشد. انتقاد پذیر هستین یا نه؟ بله 100%. اون نفر که آمد سرشقر خونه شده؟ نه، اخلاق اول گفتم اخلاق بعد داشته باشی. اگه چون کار اگه تقصیر من بود بالاخره یا تقصیر از من بود، تقصیر هر کدوم ما بود، کار اگه خراب شد بعد هر دو نفر بپزینی. کارو پس جور کردیم و مشتری بدادن. چون اخلاق بعد داشته باشی به دکانداری. اخلاق کنه داشتی شکست. ویژگی های شخصیتی لازم برای خیاط شدن. علاقه اولین شرط تبدیل شدن به یک خیاط موفق است. خیاط ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. افرادی که علاقه شدیدی به کارشان دارند و افرادی که علاقه ندارند. گروه دوم صرفاً به خاطر شرایط وارد این حرفه شدند تا کسب درآمد کنند و علاقه به این کار ندارند. آنها باید نسبت به گروه اول بیشتر و بیشتر تلاش کنند تا بتوانند به یک خیاط حرفه‌ای تبدیل شوند. زمانی که به حوزه علاقه‌مند باشید، از فکر کردن در مورد آن لذت می‌برید. می توانید ایده های جدید پیاده سازی کنید. ذوق و سلیقه بیشتری در کارهای خود خرج می کنید و می توانید به راحتی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید. در مقابل اگر علاقه‌ای به آموزش خیاطی و این حوزه نداشته باشید، نمی توانید خلاقیت چندانی در این حوزه داشته باشید. تنها می توانید مهارت ها را یاد بگیرید و دقیقاً چیز را بدوزید که مطابق با الگو هاست. حتی زمانی که الگوی شما کمی تغییر کند، نمی توانید آن را پیاده بکنید. حتی ممکن است برای پیاده سازی الگوی جدید با آموزش خیاطی جدید نیاز داشته باشید. دومین مشخصه یک خیاط خوب اینه که باید فرد صبوری باشید. این شغل دارای ریزکاری های بسیار زیاد است و شاید لازم باشد یک خیاط چندین بار یک لباس را کوک بزند و یا بشکافد و یا الگو را چندین بار بکشد. باید رابطه اجتماعی خوبی با مشتری ها داشته باشید. این هم یکی از مشخصات یک خیاط خوب میتونه باشد. خیاط همیشه ارتباط مستقیم و زیادی با مردم دارد و برای اینکه بتواند مشتری ها را از خود راضی نگه دارد، باید به خوبی با آنها برخورد کند و رابطه خوبی او با مشتری ها می تواند تأثیر زیادی در موفقیت شغلیش داشته باشد. باز هم با یکی از خیاطان شهر هرات صحبت کردیم و موضوعات مختلف را در این صحبت مطرح کردیم که با هم این صحبت ها و موضوعاتی که در این صحبت مطرح شده با هم می بینیم. سلام بر شما، خود معرفی کنید. به نام خدا، فرزاد اسم من، حیدری هم تخلص میکنم، یک تن از خیاطان بادمرغو. تشکر آقای حیدری، بگین از کاربارتان که در روزا چند جوره میدوزین؟ خودایی معمولا میفهمیم نزدیکای عید مردم هم همه با خلباس درست میکنم. خوب شلوغ روز 15 جوره 20 جوره انشالله میاید دیگه. خوبه. حالا تا هنوز چند جوره گرفتین؟ گفتن همین تو که معلوم میشه شما دیگه نمیگیرینم. بله، فعلا ما 150 جوره به لیست داریم، چون بیشتر امکانی نیست، توان ما هم نیست. فعلا خود شما هم به جریان هستیم. دیشب می سیروم دست خواه کردم، بیشتر توان هم نداریم. همین 150 هست دیگه، ببینیم چه کار میشه. انشالله که تا شوه دینار بتونیم خلاص کنیم. خب به خاطر سیروم زدین که فشار آمده سرتان؟ خدایی من از صبح که نماز میخونم استادم تا ساعت 3 بجه که سحری میکنم، همین تو سر پاخو استادم فقط قچی کاری میکنم. تا سحری شما کل اصلا خواه نمیشین دیگه؟ تا سحری ما خدمت میکنیم به جامعه. بله، سحری خواه نمیشین؟ سحری که سحری کردیم باز خواه میشین، با پس صبح دم و خونازان برمی خزیم دیگه، باز شروع میکنیم به کار. چند ساعت خواه میشین؟ من معمولا 4 الا 3 نیم ساعت خواه میشین. از این بگن که چند سال در این کسب و شغل تجربه داره؟ من 2 سال شاگردی کردم، 5 سال هم میشه که به این منطقه دکون دارم. کار خیاطی یا شغل خیاطی چقدر آموزش یا یاد گرفتنش سخت؟ دیگه شغل خیاطی بستگی به
خود انسان داره یکم به جایی که کار میکنی خوبه، اگه زحمت بکشی به 2 سال یاد میگیری. به سگی مثلا به خود انسان داره که چقدر زحمت میکشه، اول که باید به کسب علاقه داشته بشی، علاقه داشته بشی زود یاد میگیری. شما علاقه داری؟ خود من وقتی که من خود بودم میگفتم یا به آرایشگاه میرم یا به خیاطی، همین 2 کسب خیلی خوش داشتم که شکر خدا هم خیاطی هم افتاد. چطور به آرایشگاه نرفت؟ با آرایشگاه هم خیلی دوست داشتم که با آرایشگاه برم، ولی نفر وسیله شد گفت یا تو میبرم به خیاطی. وقتی که به خیاطی رفتم دیگه یک هفته بودم علاقه پیدا کردم، یعنی خودی خیلی علاقه پیدا کردم که فکر کنم زودترین شاگرد باشم که از این کسب خیاطی یاد گرفتم. یک سال یک نیم سال بود من کاسب شدم، حتی میتونستم خود دکون واکنم. بازم برای از اینکه تجربه من زیادتر شه به داخل دکون بسادم. بعد از 2 سال 2.5 سال دیگه کاسب شدم، خود نه خود بیامدم دکون گرفتم. شما دوران تا شاگردی رو تجربه کردین، حالا بعضیا قصه میکنن که نفر که شاگرد باشه همه خلیفه ها همراهش، بعضی وقتا خوب یادم نمیده یا برخورد درست هم نداره یا کارم به دستشان نمیده. شما از شما چه رقم بود؟ کار به دستتان میداد نمیداد؟ از من خودی به هفته اول معمولا شاگرد که به خیاطی میایه ازم جارو کردن داخل دکون و تمیزکری شروع میشه تا دگمه و بعضی کارا دیگه، لیچسپوندن و توکری و اینا خیاطی داره. اینا رو این مراحل مگه پشت سر کنه که باز به دخت و اینا برسه. خدای جایی که می بودم به هفته دیوم پشت چرخ ششتم و شلوار میدختم، یعنی خدای زودی به من مرکز خاطر خونه میگن که شاید استاد شما ببین. نه بابا برای خود اینا معلومه، هر جا هستم استاد امید جانم خلیفی میبیدن، خدای خیلی بالم زحمت کشیدم و کوشش کردم. بله. حال از این بگن که معمولا لباسایی که دختر میشه چند مدر مدار نام برین؟ حال مدل های متفاوت حال که دیده میشه در مغازه شما دختر های دیگه هم هستن؟ معمولا لباس مردانه پاکستانیه، چپیخن، شبزی، افتار و بازش امی شبزی و کسته 3-4 مدل داره. مثلا منزدوزی خیلی با مدل ها جالب تره که با او کار میشه، او کار دست هم هسته کار چرخ هم هسته. معمولا زحمت از اونا بیشتره چون هم کار دست هم کار چرخه. شبازی ها گفته؟ شبزی ها بلا. باز بیشتر مشتریات طرفدار کدام هست؟ کدام رو خیلی میپسند؟ معمولا فعلا چیزی که زیادتر میپوشم امی شبزیه. چطور شهبازی امسال تو مثلا رشد پیدا کرده، مشتری پیدا کرده علاقه من؟ امی مدل شهبازی که هست تن پوش خوبی داره فایندن، یعنی کلا به بدن میزی به هر رقم باشه میزی، به مدل خوبی هم هست. معمولا امی شهبازی رو استفاده میکنم. باز خودتان برای خودتان هم لباس دختین یا نه؟ خود من تا فعلا کنه تا فعلا نه برای جامعه خدمت نکنم، از من فعلا بماند دیگه. باز من میتونم معمولا شویدم برای خود خیاط دیگه، شوید فارغ شدیم میشینم برای خود 1 ساعت 1 دست لباس میدست برای شاگردا برای همکارا. اینا هم لباس های نایستانده دخته و خوراخ بردم چون اینا برای از اینا لباس بستونه که اینا مشغول به کار خوب باشن، باز از بابت لباس دل جمع باشن. خب امی تو دلگرم کار بکنم؟ دلگرم کار بکنم ولی باز اگه لباس نمیستندم باز شاید دختر دلگرم نمیبودم. همین لالایی که اینجا پشت سر تو میکنن برای از این وقت بگرفتم و بدختم ببرد به خونه. حالا هم نگاه کنه اشته کار خورد تز کار میکنه و کوشش میکنه. شاگردای شما چه رقم است؟ بازیگوش خونه است؟ خوبه معمولا شاگرد بازیگوش هست داره که بازی بستگی به خلیفه داره و چی رقم خوبه وقذری نیم. حال ما پیشتر از دوران شاگردش خود شما پرسان کردیم، حال گپ بازیگوشی آمد، همه کار شاگردی هم دوران متفاوتی یک دوران جالب هم هست. خود شما از پیش خلیفه فرار کرده بودین یا نه یکان زمان؟ خب معمولا کار که فشار می آماد بعض وقتا به بونه یا میرم جای یایت از دکان برای 1 ساعت میجستیم میرفتیم استراحت میکردیم با پس می آماده. معمولا کار خیاطی خوبه و کسب خوبی هسته ولی بعض وقتا می دمید معمولا یا دم نوروز اینا چون مردم زیادتر بخواه لباس درست میکنن کم فشار می آید، ولی من چون نسبت به کسب خو خیلی علاقه داشته مغزر فرار نمیکردن آدم کارا. باز خلیفه شما برای شما چی میگفتن؟ خلیفه می خدای از من راضی هم بودم و شاید ببینم هم راضی هم هستم تا عمالی هم. خب وقت فرار بکنین 1 ساعت نباشین کار پس میمونه دیگه. یکو دقیقا دیگه. خب معمولا گفتم دوره شاگردی دوره هست که کار کمی تا خسته کن میشه برای آدم، فعلا کسل که میشی
دیگه مجبوری به یک بونه وجی از دکان. از امکانات بگن، امکانات چقدر نقش در حیاتی داره؟ خودهی باید از لباس باید تمیز باشه، فهمیدین؟ از دوغ، زگزال، لعی، نخ، موادی که استفاده میکنی باید اونا هم اصل باشه، چون اگر می که مشتری باز بده کنتو بیایه و از تو رزی باشه و امو پولی که از اون میگیری پول به تو الارشه، باید از چیز اورجینال و اصلی استفاده کنی. حالا بعضی شکایت دارن امی که در خیاطی ها شلوار ها معمولا میگن به شاگرد خود میدن، او هم خوب دوخته نمیتونن، همچنین چیز واقعیت داره به خیاطی ها یا نه؟ معمولا زمانش می شلوار دست شاگرد میدیم، چون خود ما شاگرد زیر دست خود خود تربیه میکنه، ما هم تا زمانی که شاگرد کاسب نشه، چون شاگرد در شلواری که بدوزه بیاره او ما چک میکنه، فهمی؟ وقتی که ببینین که شاگرد شکار شلوار یا چک شد صحیح شد، باز او وقت مثلا شلوار مردمی مشتری دستی میده، تا وقتی که کار شاگرد تایید نشه شلوار دستی ما نمیده. باز خودتان تا حال چند تا شاگرد تربیه کردین و یاد گرفتن و رفتن برای خود کار پیدا کردن؟ من فعلا 100 تا کو به منجگای هم فعلا با کار میکنم و مشغول یادگیری هم، دو تای متعال شاگرد برای نوینار کاسب کردم. خلاصا ثوابی هم صاحب شدین؟ صاحب شدم، بله. حالا یک چیز دیگه هم، بعضی های دمای مبارک رمضان مردم کمک میکنن، شما هم ایتو لباس های گرفتین از فقیرها که همیتو؟ من به نفن دوم ماه مبارک رمضان بود که بود نفری آماد، گفتک من خانم ندارم خود، من یعنی کارا خونه و اینا هم با ماده خود من همی دست سرخت من درست کن دگه، لالا پول هم میسوندی به تو پول میدون که نمیسوندی هم، یعنی خدا به تو مزاخرت بده. گفتم سعی کاکا جان گپ اینیه، لباسای نار بستندم با دختم. اونا پول نداشتن یا مصروف بودن؟ پول نداشتم، بفهمیدم پول نداشتم، گفتم که می اگه می زحمت بکشی، گفتم کاش که از دست می زحمت بیای که من برای شما بکشم یک دست لباس اوغ زر که بدختیم، یک دستن که پولم نگیرین غمی نداره، خدا مزاخرت برای ما بوده. از موضوعات مهمی که در یک خیاطی نقش مهم داره، لوازم مناسبه که به شما کمک میکنه سریعتر پیشرفت بکنه. فاکتور دیگری که در شغل خیاطی اهمیت بسیاری داره تجهیزات شماست. هرچه امکانات بیشتری داشته باشید، دست شما برای پیاده سازی ایده های جدیدتر بازتر خواهد بود. البته نیاز نیست در همان ابتدای شروع آموزش خیاطی بسته کامل از تجهیزات یک خیاط حرفه‌ای داشته باشید. می توانید به مرور زمان وسایلتان را کامل بکنید. هر بار که به خرید می روید قسمتی از وسایل مورد نیاز را خریداری کنید تا هم هزینه زیادی نداشته باشد و هم بلا استفاده نماند. بهتر است در مورد وسایل مورد نیاز در هر بازه زمانی از استادان آموزش خیاطی خود راهنمایی بگیرید. از وسایل مهم که بدون خیاطی امکان ندارد چرخ خیاطی است. چرخ خیاطی دو نوع است، چرخ خانگی و چرخ صنعتی. برای شروع آموزش خیاطی بهتر است با چرخ خیاطی های خانگی کار بکنید. اما اگر قصد دارید از خیاطی کسب درآمد کنید و می خواهید یک بار چرخ خیاطی بخرید، نوع صنعتی آن را انتخاب کنید. تجهیزات کشیدن الگو. برای کشیدن الگو به متر، کاغذ الگو، کاربن، صابون خیاطی نیاز خواهید داشت. لوازم جانبی خیاطی. حتما شما هم در انیمیشن ها دیدین که خیاط ها یک متر برگردن دارن. لوازم جانبی خیاطی نیست، یکی از نیازهای ابتدایی برای این شغل است. این لوازم شامل قیچی، متر، سوزن، تگرد و نخ سوزن هستند. این هم شما و این هم یکی از صحبتهای یکی دیگر از خیاطان شهر هرات. سلام بر شما استاد، خود معرفی کنید. علیکم السلام. علی احمد سلطانی هم یکی از خیاطای شهر هرات. تشکر های سلطانی، صحبت بکنین که کاروبار خدای روزا روزای عید شلوغ دیگه، خسته خو نیستین؟ خدا شلوغ که شلوغه، خسته هم هستیم دیگه، مردم دیر میارم، کالر دیر میارم، زود نمیارم. اگه از اول ماه مبارک رمضان لباس بیارم به سر ما مقذری فشاری نمیاد، یعنی با آخر بریا با آخرای ماه مبارک رمضان
ده ماه مبارک رمضان ده آخری و بسر ما شلوغ‌تره. شما خوشحال نیستین که ده آخر شلوغ باشه؟ نه، فشار زیاده. نه دلیلی همینه که فشار زیاده، نمیتونیم هم دیگه. یعنی ماه مبارک روزه هم هست، روزه هم داریم، کارم فشار باشه نمیشه. باز زیاد فشار باشه سردرد میشین؟ چرا هم فشار میاد؟ کسل میشیم معمولا، هم سردرد، جوندرد، کسالت زیاد میشه چون چیزی نمیخوریم، نمینوشیم، 17-18 ساعت دهن بسته دیگه، معمولا فشار میاد. باز دهی روزا دمی دهه آخر روزانه چند ساعت کار میکن؟ روزانه اگه 18 ساعت کار میکن و 24 ساعت 18 ساعت کاری داره. دهی آخر ماه مبارک رمضان که هست نمو 18 ساعت کاری داره. 18 ساعت کار و شاید معمولا هم 3 ساعت 4 ساعت بیشتر خواب نمیشه؟ همین 4 ساعت 3 ساعت اگه خواب کن. بی خوابی و فشار کار دیگه خیلی؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. این روزا معمولا روزانه چند جوره میدوزین؟ روزانه 35 تا 30 تا، یعنی میتونه شه حدودا 35 تا. با چند نفر؟ ما اینجا زیادیم، 8 نفریم. 8 نفریم، یعنی کار زنجیریه، هر کس یک کار داره که اون وظیفه رو انجام میده. باز قیمت ها چه رقمه امسال نسبت به سال گذشته؟ قیمت ها خیلی تغییر کرده یا تغییر نکرده؟ نه تغییراتی نموده، نخر سابقه معمولا مثل سالهای قبله، همون 300 300 نمون مزد لباس. بعض خیاط ها میگن 400 تا 600 است. یاره ما نه این کار میتونیم کرده که بتونیم لباس مرتگر میگیریم، نتونیم برای میگیم نمیشه، پول زیادی هم از اون نمیگیریم. وقت دیشتیم لباس رو میگیریم، ندیشتیم میگیم نمیشه، نیم متل بیم از اون که والله برای ما 400 یا 500 داده. باز میگن کیفیت، حالا مثلا نخ و دکمه و خلاصه ابزار کار گران شد، از خاطر قیمت هم بالا رفت؟ بله همه چیز بالا رفته، حتی لایی نخ، امین نخ ها دونه 25 افغانی بیدال، یک نخ به 40 افغانی شده. مزد همون مزده، چون معمولا وضع مردم خرابه و زیاد اقتصاد خوبی ندارن مردم، اون معمولا همون مثل هم سابق، مثل معمولا مثل سالهای پیش همون 300 300 میگیریم، بیشتر نمیگیریم. باز از این هم صحبت بکنین که خیاطی در کل یک شغل پردرآمد بالاست یا متوسط یا هم پایین؟ نه متوسط، شغل درآمدیاری نیه، فقط روزانه روزگار میچله. یعنی شما به اصطلاح که یک خیاطین سالها تجربه کاری هم دارین، درآمد متوسط شما در همین سال یک سال چقدر میتونه باشه؟ همین یک سال اگه بسنجیم به همین شاید حدودا 2-2.5 لک بشه بسته سال. از ما یک ایده دیگه، اید رمضان، اید قربانه دیگه، وقتی غزری کاری نیه. دوران طلایی شما همون زمانه؟ همین زمانه، همین زمانه ماه مبارک رمضان و اید قربان. باز چقدر اینمی خیاطی به خلاقیت نیاز داره؟ خیلی زیاد، باید خلاقیت داشته باشی، یعنی دست تو تمیز باشه، یعنی حافظه تو کار کنه، چون خیاطی که هست خود انسان کار میکنه، خودمون شخص مگرم دست تو بره نتونی دیگه نمیشه این کار. باز گفتن که خلاقیت زیاد نیاز داره، باز چقدر این لباسایی که فعلا در امسال دوخته میشه نسبت به سال گذشته مدلایش تغییر کرده؟ مدلای 80% تغییر کرده، 80% مدلای سابق که بود امسال باز فرق کرده. مدلا بیشتر یعنی لباس عربی امسال مد شده، عربی جور میکنن. چطور طرفدار پیدا کردن؟ خودم مردم میپوشم دیگه، بازار میبینم وطندارا این لباس میپوشم دیگه، مشتری هم میایه میگه امیر رقم برای ما جور کن، ما مجبوریم برای جور کنیم، اون که خیاطیم کن. باز این مدل های جدید آموزش میبینن؟ چرا خود شما از طریق اینترنت یا خودتان دورای کوتاه مدت رو میرین تجربه میکنین آموزش میبینین؟ نه این مدل ها که هست میارم، عکس میارم از روی همون میگم برای ما جور کن. خب ما معمولا 26 سال میشه سابقه کار داریم میخیاطی، مدل رو که ببینیم خود ما جور میکنیم. پس عمر شما به خیاطی گذشته؟ بله بله، زیادتر از عمر ما به خیاطی تیر شد. خب علاقه دارین یا به خاطر شرایط کار، به خاطر که درآمد داره آمدین؟ یعنی علاقه ندارم چون خسته شدم. از اول علاقه نداشتن یا حال ندارم؟
از اول خیلی علاقه داشتم. دیگه خیلی زیاد شدن، 26 سال شد من به تمی کارم، من خسته کرده کمک. دلیلی که خسته شدین چیه؟ دلیلی که خسته کرده من کار من کمک خسته کرده، دیوم مونده وضع دیکندری خیاطی هم مثل سابق نیه. مثل سابق کاروباره باشه، مثل سالهای پیش نیه. دلیل خسته شدن همینه. من جگم میایم دکون کرایه میگیریم، مصرف، شاگرد، یعنی مثل سالهای قبل نیه که کار زیاد باشه. حال همه شغلا هم رقم شد؟ معمولا کل بازار همیتنه فلان. باز گفتن که 26 سال تجربه کاری دارین، از همین دوران کاریتان صحبت بکنه، تجربه کاری که دارین، تجربات، خاطرات شیرین و تلخی که دارین، دو تایش رو بگن. خاطر شیرین امیر دارم که پرار سال بود، ماه مبارک رمضان بود، لباس ها ما انگار کنیم مونده بود، رخت ها مردم بمونده بود، موشب هم اید شد. منطقه باز کمکیار آمد، شاگرد دگه هم بخواستیم بیامد، همین شاگرد بشه، لباس ها مردم خلاص شد. همین برای ما خیلی جای خوشحالی بود که لباس ها مردم خلاص شد، فردای هم اید شد. ما به زی دلیل میگفتیم شاید فردای اید نباشه، همین شب اعلان شد که ایده. لباس ها مونده بود منطقه تا صبح و لباس ها تمام شد. همین جای خوشحالی بود برای ما که لباس ها مشتری ما خلاص شد، بیامد دنبال لباس، خود لباس خود ببرد روز عید لباس نو بپوشید. همین که نزدیک عید میشه و لباس هم زیاد میمانه، چقدر استرس و نمیفهم فشار سرتان؟ خیلی زیاد. همین فعلا خود من خیلی استرس دارم چون لباس زیاد دارم، وقتم کم مونده، مشتریام دیر آوردم لباس. معمولا میگم از اول ماه مبارک رمضان میآوردم، نمودم دیگه، دیدم که عید نزدیک شد همه پیدا شدم، همه بیاوردم، باله باله هم شد، نالکم وقتم کم، نمیتونیم دیگه لباس هم بگیریم، مجبوریم جواب دیم. بازی تو شده در امی 25 سال، یک زمانی که خیلی لباس گرفته باشین، در شب عید هم کمکیارم به اصطلاح شما نیامده باشم، مانده باش از پشت؟ نه نه، همچون کار تاله نشده شد. هر رقم بوده کار رو تمام کردیم، اگه لباس گرفتیم دختر دادیم برای صاحبی. موضوع مهم بعدی که در شغل خیاطی بسیار نقش اساسی داره و در هر شغل نقش اساسی را بازی میکنه، میزان درآمد یک خیاط هست. میزان درآمد یک خیاط به عامل مختلف بستگی دارد. اینکه مهارت خیاط در چه سطحی باشد و تمرکز وی بیشتر روی دخت چه نوع لباسی باشد، همگی تاثیرگذار هستند. حتی جغرافیا و محل زندگی هم میتواند در دستمزد یک خیاط اثرگذار باشد. در هر صورت کار خیاطی کار آمیخته با هنر، خلاقیت و مهارت است. یک خیاط ماهر باید بتواند پارچه را به خوبی بشناسد و متناسب با آن بهترین لباس را بدوزد. بنابراین بزرگترین سرمایه یک خیاط تجربه و مهارتی است که با گذشت زمان به دست آورده است. خیاطان شهر هرات اما در شب و روزهای نزدیک به عید فطر که روزهای طلایی کارشان به شمار می‌آید، از کارشان رضایت دارند. آنان می‌گویند که نسبت به سال گذشته مشتریانشان نسبتاً کمتر شده است، اما با آن هم رضایت بخش است. نرخ دختم نسبت به سال قبل بلند رفته است. دلیل افزایش قیمت ها هم بلند رفتن قیمت مواد کار خیاطان است. سلام برای شما بینندگان تلویزیون استقلال. برکت الله امینی هستم، یک تن از خیاطان ولایت ایران. تشکر آقای امینی، صحبت بکنین که کاربارتان چطور؟ والله شکر خوب ماه پر برکت، ماه مبارک رمضان خوب، کاروار هم خوب شکر. نسبت به سالهای گذشته امسال کم کار کمتر و مواد سخت، مواد غذایی، مواد جنس و اینا بالا هست دیگه. از کاروار خود شما جنس ها هم گران شده یا نشده؟ بله. رخت ها چه رقم هست؟ والا جنس که خیلی به حساب خیاطی که هسته جنس گران شده، از حساب لایی، از حساب دگمه، از حساب نخ دیگه. تکای هست، تکا بالا رفته. مثلا تکه سندل نونرینی بود دیگه، سالا گذشته بود 120-110،
تا حتی به 100 هم میدادم، حالا 150 160 170 تکای پاکستانی هست مثلا 200 250 جنس خیلی بالا رفته. بله. قیمت های شما، مزدای شما چه رقم است؟ مزد ما هم که هسته حساب خیاطی که هسته فرق میکنه، بعضا خیاطا هستن به 250 میدیزن، بعضا هستن 300 میدیزن، مزد ما که هسته فرق میکنه، مزد ما 400. شما خیلی گران نکرده؟ با خاطر از اینکه کیفیت کار ما فرق میکنه، تو به خیاطا دیگه کیفیت کار ما فرق میکنه. به می خاطری هم هسته جنس هم بالای ما جنس بدل استفاده نمیکنه، همین جنس خوب استفاده میکنه. خب پارچه رو خود دیگه را میارن دیگه، خود مشتری ها دیگه. حالا نخ بالا رفته مثلا، به شما دگمه بالا رفته، لعی بالا رفته، پول برق هست، کرایه هست، پول شاگرد هست، به می خاطری هم نمیشه که موزه پین میدیده. چه کیفیت کار متوجه تا دیگه خیاطا هم فرق میکنه. پارسال شما یک جور لباس چند میدوختین؟ 3.5 ساعت میدوختین. پارسال که پارچه همونقدر گران نبود. پارسال که 3.5 ساعت میدوختیم خب فرق میکرد. امسال یک پنجه بالا کشیدیم ما از خاطر که جنس بالا رفته. نمیشه همون بعضی خیاطا هستم این کیفیت کار ما مثلا خیاطا دیگه میکنم 500 600 تا حتی ما 400 میدیزیم. همین کیفیت فرق نمیکنه. همین پنجه روی که شما پنجه را اضافه کردین روی کاهش مشتری های شما تاثیر نگذاشتن؟ چرا بعض اینا میفهمین که ندارن، بعض اینا میفهمین که دست اینا تنگه، ما همی سینیم سیدی رو برای اینا میدیزیم. بعض اینا که میفهمین مشتری هونده مانن خواست مانن، همی 400 میدم خود اینا میدم، میفهمن که از حساب جنس و مواد اینا همه چیز بالا رفته دیگه. بله. حالا فرق نمیکنه برای شما لباس یک مرد و یک طفل کوچک؟ همه یک قیمته؟ چرا فرق میکنه؟ لباس طفلانه که هسته به چگانه البته به 2.5 ساعته، مردانه که هسته گفتم برای شما 3.5 ساعت بیده لک 4 ساعت شده دیگه. خیاطا میدیزم به 100 هم میدیزم، به 1.5 ساعت هم میدیزم. خب نه هر کس نظر به کاری و تجربه و کیفیت کار از کجا معلوم میشه که یک خیاط خوب میدوزه یک خیاط دیگه هم خوب نمیدوزه که شما میگن مثلا کیفیت کار تفاوت میکنه؟ چیز واضحه، چیز معلومیه. شما لباس اگه از لباس ریزی باشیم به 50 روپیه یا 100 روپیه دیگه هم نمیسته که موز چنه نمیزنه. لباس اگه خراب باشه اصلا یک دفعه که بدوزیم دفعه دیگه نمیدوزیم، اصلا پیش یک از خیاطی که بدوزیم به پیش دیگه کسبا نمیریم دیگه. فهمیدیم تو مثلا شما لباس خراب میکنه برای شما بخی 500 هم بستانه یک دفعه میریم بیشتر نمیریم. فهمیدیم تو کیفیت کار فرق میکنه، باز خود شخص هم معلوم میشه دیگه. باز خود شما چند سال تجربه کاری دارین در این قسمت؟ من در عصر خیاطی تقریبا 6 سال میشه که من خیاطم. از صفری شروع کردم 6 سال میشه. یک شاگردی که بخواه، یک نفر که نو بخواه خیاطی یاد بگیره چند مدت باید کار بکنه آموزش ببینه؟ مثلا اینایی که پشت سر شما شاگرد شما باید چند مدت کار بکنه؟ اینا دیگه نظر به خود اینا، به بستگی به خود اینا داره چی اندازه اینا میتونن کار کنن، چی اندازه نظر به فکر و اندیشه خود اینایه. بعضا هست مهمی ایراد هست کورسای هست که دوری 3 ماه 2 ماه میگم خیاطی آموزش میبینم، منتها میام این جگاه 3 ماه به کل 1 سال 2 سال میرم این جگاه میخونم، معاش هم برای اینا میدم، اما میام این جگاه هیچ کاری اصلا بلد نیم. رقم کار تغییر میکنه، نمیفهمن که این کار تا اون کار دیگه فرق میکنه. بفهمیدین انا از این حساب دیگه نظر به بستگی به خود شاگرد داره دیگه، استعداد به علاقه به ذوق و شوق. بله ها، اگه ذوق و شوق و علاقه نداشته باشه نمیتونه دیگه کار کنه. بعضی هست که یک شاگرد میبینیم به 5 ماه خیاطی یاد گرفت، بعضی هست به 1 سال یاد گرفت، بعضی هست که به 1 سال یاد گرفت. نظر به خود شاگرد کار داره دیگه، به تجربه و به استعداد خودی. خود شما در چند ماه یاد گرفتین؟ من خود من تقریبا 6 سال میشه به تا کسب خیاطی هم. نه کلا خود شما 6 سال حال خود این خلیفه این به اصطلاح برش میزنین و میدوزین. خب تا روزای اول خب فرق میکنه دیگه، روزای اول شما این کار خونه میکتانستین؟ به مدت 2 سال من خیاطی یاد گرفتم. شوق دارین یا در شرایط به خاطر شرایط کار آمدین؟ نه شوق هم از اول داشتم، چرا که کسب خوبی انتخاب
خود ما انتخاب کردیم کس به پاک کس به خوبیه. پیش از این در دیگه کارا مصروف بودین یا از اول نمیخواید خیاطی شروع کردین؟ نه پیش از این ما که بودیم باز دیگه شغل داشتیم. یک دفعه همین تو شد مشکلات پیش آمد. باز داخل کس به خیاطی آمدیم باز از این جگه تا والا دیگه. فعلا شکر خدا کار میکنم به خیاطی. بله. حال در همین مدت از کارتان راضی این یا نه؟ انشاءالله اله شکر ولی الحمدلله شکر رضیم از کار خود. گفتن که نسبت به سالهای گذشته مشتریایتان کمتر شده. خیلی کم شده. از درصدی اگر صحبت بکنین چند درصد کم شده؟ فیصدی اگه صحبت بکنیم در سالهای گذشته که بود مشتری ما در حد 100 بودم. حالا تقریبا 20-30 فیصد کم شده. میبینیم که کم شده یا نیه به داخل افغانستان از افغانستان بیرون رفته. این هم که هسته میبینه که نمیشه نداره بعض اینو پول و اقتصاد اینو ضعیفه لباس دیار نمیکنه اما خود خود باز میگن که خیاط هم خیلی لباس رو مزدش زیاد میگیره چطور؟ خب نه دیگه باز مشتری های دارن که مثلا 3-3.5 میده مشتری از 4 میده بون بعض مزدهای هست از ما 700-800 تا حتی 1000 هم هست فرق میکنه نظر به خود آدم که ببینیم خب کار اینو فرق میکنه. بله. شما یک نرخنامه را از طرف شهرداری دیدین؟ والا نه از حساب خیاطی ندیدین. از خیاطی و نمیفهم آرایشگاه ها را تعیین کرده که یک خیاط لباس یک جور لباس اعلی را گفتن احتمالاً 250 باشه و لباس ساده 200 و لباس طفلانه هم احتمالاً 150. ما مود لباس های داریم که همین جگه هم اگه تصویر بالا اینا بذاریم اینا تصویر گرفته باشیم اینا نظر به دیگه کارا که هسته فرق میکنه. اینا اگه یک چرخکار بشینه بدوزه با پا از این پیر یک پیرانی که از اینا بدوزه دو پیران دیگه از صدا خلاص میکنه. فهمیدیم مدل داره دیزاین داره اینا قیمتای هم بالایه. فهمیدیم تو بالا نماده کسی که برای ما نخرنامه تعیین کنه از حساب خیاطی به می ایراد که هسته هر کس یک نخر ایت چیزی معلوم دارین یه که مثلا نخری ثابت باشه هر کسی یک نخری میدیزه بگه نظر به خود اینه نگه. صحبت های یکی از خیاطان شهر هرات را با هم دیدیم. به این ترتیب رسیدیم پایان برنامه چارسوخ این هفته که تقدیم حضور شما خوبان شد و رفته بودیم سراغ خیاطی ها و از شغل خیاطی برای شما تعریف کردیم و معلومات را تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوارم که استفاده گرفته باشین از این برنامه تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.